خوش اومدید بچه‌ها به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. خب حالا ما آماده باشه قراره با هم دیگه گوش کنیم با یه اینترو قوی. چک یک که اینتروه که قبلا به صورت سینگل ریلیز شده بود و طبیعتا گوش نمیدیم چون یه بار شنیدیمش و اگه بخوایم دوباره گوش کنیمش یعنی باید دوباره گوش کنیمش و ریاکشن اولین بار ویدیوش هست. من یه آمران لینکشو میذارم اینجا. از ترک دوم پس طبیعتا شروع میکنیم تحت عنوان آماده باش و یه سری پشت صحنه بچه آپلود شده تو یوتیوب. طبیعتا پشت صحنه رو نمیتونیم ببینیم، محتوای خود پشت صحنه به تنهایی 18 تا ترک رو هم دیگه میشه حداقل 6 ساعت، ولی حتما لینکاشونو میذارم شما اگر دوست داشتید ببینید. خود منم جداگونه احتمالاً میشینم میبینم، شاید یه لایو گذاشیم با هم دیگه اصلا نشستیم دیدیم. یه سری لینک تو دیسکریپشن هست، لینک پیج اینستاگرام جدیدمو گذاشتم تو دیسکریپشن. یه سری دشمن بیزات پیجمو زدن، یهو به خودم اومدم داشت پیجم رفت. پیج جدید زدم تا حالا پیج قبلی بیاد بالا. بالاخره که میاد بالا. انسان و ربات همیشه چیر است. اگر فور گنگ ها رو بچید توی کامنت بریم از ترک دو آلبوم آماده باش شروع کنیم. من فقط یه صحبتی کنم راجع به یه سری چیزای ریز. اینکه آرت ورک تشکیل شده از یه سری المان که قطعا یه سری معنا دارن برای شایعه. حاج خانومو میبینیم که دستش با دستبند بسته شده. این بزرگ اولین چیزی که میزنه تو چش آدم حاج خانومو که دستش دستبند خورده به دست حاج آقاش. نمیدونم به کدام این معنا، یعنی مثلا درگیر همنه خیلی و هیچ وقت اصلا جدا نمی، یعنی احتمالاً قرار بود همچین چیزی نشون داده شه مونتا به طرز عجیبی نشون داده شده. همه هم سیاه پوشن. نکته دیگه به جز اون نینی که اون وسط وایستاده که سفید پوشیده که روش هم سیاه پوشیده و دستن در کنان آلبوم هم دیگه که هنوز هیچی نشده. خسته نباشید. یه چیزی هم بگم، ایده شروع کردن این آلبوم نمیدونم یادتونه نه، فکر کنم بعد از کنسرتش بود شایه اگر اشتباه نکنم، برگشته بود ایران یا چی، ولی خب یادم یه دو سه روزی بود که پر از انرژی بود و دوست داشت اصلا فکر کنم در حد دو سه تا ترک، در حد ای پی یه مجموعه کوتاهی راجع به انرژی که داشته و انگیزه هایی که همیشه به نظر من یکی از بهترین کسایی بوده که میتونسته منتقل کنه تو رپ فارسی با کلمه هاش. میخواسته این انگیزه ها رو منتقل کنه، منتها تبدیل شد یهو به آلبوم بلند. چی بهتر از این برای کسی که شایعه و دوست داره؟ شایعه آماده باش برو بریم. ناراحت کننده ترین اتفاق میبینی چیه؟ اون گیتار الکتریکی کاوره، احتمالاً به خاطر همون کل ترک ها گیتار الکتریک توش هست. پرودوسر جعفری، اچ آر بیت محمد رضاییان، میکس مسترینگ ایمان تنها، ریکورد دینگ انجینیر سیاوش کامیار، کامکار ببخش، بک وکال مهیار، کاور آرت صالح کریمی، موشن کریتر احسانی تور، فوتوگرافی بهروز ساسانی، اسپانسر وان اکسچنج، آن اکسچنج ببخشید، لیبرم که اصلی بانک میوزیک. بریم دیگه. این دیگه وای نمیتونم تحمل کنم. بخون شایه. با من هیچ کس مهربون نبود، یادم دادن همه چیو به زبون نگو، بستگی داشت باشه چه عرضمون بر بیا چیه وحدمون، یه سری اون مفکور بابامون تنش سر کار دو سه ما بازور، یه سری اون زندگی تو کتابا خود بزله تنبر بابامون، یه سری هم افخوره با اون تحتش دو سه ما باشیم سر کار ها؟ بر بیا چیه وحدمون، یه سری هم افخوره بابامون تنش سر کار دو سه ما بازور، یه سری مون زندگی تو کتابا خود جوونیشو گذران زیر نور آباشور. اما ما و اما ما زدیم به خیابون این طلبکارا، قانون اول سرم بالا خاطره ها داره خیابون و شب از ما، ملفن چلای گرگا زیر لبت ترس میکندم آی قرآن نمایده ملفنچلای گرگا زیر لبت دست میخوندم آی قرآن نمایدار بودم نواسه مای دولا رویا ارسام بکنم دولا خوندم آی ترس میخوندم آی قرآن نمایدار بودم نواسه مای دولا رویا ارسام بکنم نخواب رویا آویزون بودم از خودم تنها راه این بود خوب عمل کنم. یه دابل آنتانرای داشت که رویا ارسام میکرد خب، ولی معنای اولیش یه خورده اونجوری که تاچ کنه منو نیست. نمیدونم، شاید من نمیگیرم که قطعا همچین اتفاقی نمیفته هیچ وقت، من همه چیو میگیرم، اصلا من سوپر هیرو ام. ولی نه جدی، رویایی که داشتم منو ارضا میکرد، یعنی اون رویاه باعث میشد من بره لای این همه گرگا بتونم دووم بیارم، نه اینکه خوابشو ببینم و
با خواب اون رویا رو دیدن ارزاشم. همون اثری که بهتون میگفتم، میگفتم که قدیم یه کتاب راز و فیلم راز و اینا اومده بود، میگفتن چیزی که دوست داری و تصور کن بهش میرسی و فلان و اینا. بعدن جلوتر که اومدیم یه سری استادی شو نشون داد که تصور بیش از حد و با جزئیات چیزی که آرزو داریم و چیزی که دوستش داریم بهمون یه دوپامین لحظه‌ای میده، یه احساس رضایت از رسیدن به اون آرزو میده بهمون، به خاطر اینکه ذهن آدم خیلی تصور کردن قویه و اون احساس رضایت باعث کاهش انگیزه میشه، یعنی ضرر داره. تقریبا همینو داره میگه، میگه اون خواب چیزی که دوست دارم و ببینم اگر راضی میکرد، ارضا میکرد خود اون یار. ها نشد که بازم، ولی چه چیزی داره میگه. آویزون بودم از خودم، تنها راه این بود خوب عمل کنم، فکر افتادم تو تولدم، اما خدا دور شدم، هم دورم از دورم، داد پیزنه صدا تو سرم بلند، تو بقیه که نمیتونن تو نه، اگه مرگ لقه پا بینس مرده به چشم میبینی رو تو کوپشن که نمیتونن تو نه، اگه مرگ لقه پا بینس مرده به چشم میبینی رو تو کوپشن دو در بکشیم زیر پام زمینم بزنیم، من یه شیر هارم. چوکاله مهدیار برش افتا ازار نیستم شبیه آدم، همه رفتن و من کردم سر هم هرچی که دارم. چه کورس، یعنی ذره ای از خطش خارجه شده، شایه سیگنچرش کورس بعد خوندن دیگه. کورس خوب نیست واقعا، من شایه قلم شایه بیشترین قدمیه که امروز این روزا تو رپ فارسی دوست دارم، ولی کورس اصلا خوابون من. هم آماده باش، آماده باش، آماده باش، هم تیکه پارم، بچه مازی بر نمیداره کوچه، همیشه هنوز گوشه رفیقا به گوشه، نیپتون و دکه و یه لیوان جوشی سیستان. تو مگه بودی اون روزا با ما؟ تو دو شر حرفای منو داری میزنی؟ جنوز گوشه رفیقا به گوش، نیپتون و دکه و یه لیوان جوشه. جدیدن اسپرسو میان دکه، اون زمان نمیدادن، اون زمان تردش علی کافه میگرفتی، کسشه رو یه پودر قهوهی بود صرفا. بابا دارم سرویس بست کن از حرفای منو تو به چه اجازهی میزنی؟ از ذهن من برو بیرون حاجی. یارو تفریح هم زندگیش زندگی ما، من نمیفهمم چطور من حاجیش واقعا شبیه 25 میلیون جوون ایرانیه، یعنی دقیقا یکی از همون جوونای معمولی با تفریحای روزمره، یا با موتور مثلا یه روز یکی موتور میاره با هم دیگه بریم مثلا فلان جا، وسیله نداشتیم که، همیشه با تاکسی و بیارتی و اینا خودمون رو میرسونیم یه پاتوق، همین کارا که میگفتو میکردیم، یه سری کارایی که نمیگه احتمالا. دلخوشیمون واقعا چای لیوان یه بار مصرف و لیپتون و آبجوش و سیگارم روش، بعد یه روز یکی موتور می آورد، مثلا یکی بچه‌ها موتور آورد، یکی بچه‌ها ماشین آورده، بریم مثلا یه جای جدید. بچه بازی بر نمی داره کوچی، همیشه هنوز گوشه رفیقا به گوش، لیپتون و دکه و یه لیوان جوش سیستم و لطف رزیه به سیگار روش، دست دست با دراسته عرمه به جاش من دله داشت کچولو تونش تو شکار کردنه، با کم قره براش یه بارد من کم عبدی روزگار کنده قدما، باز کچی که ما باشه گنده ترم تا با دهنت زردید، روزگار کنده قدما، باز کچی که ما باشه گنده واقع همینه واقع براش یه بارد من تک شکه میتوشو میتونم حذف کنم خواهش، واقعا از بد روزگار کنده قدما دیگه، وگرنه کسی که 10 ساعت 12 ساعت تو روز کار کنه این سرعت پیشرفتش نیست. اصلا هر جایی برید نگاه کنید، یوتیوبر، آرتیست، تولید کننده محتوا، کارمند هستن، طراح، هر چی، به جاش من دله داشت کوچولو تونش تو شکار کردنه، با کم قره براش یه بارد من کم عبدی روزگار کنده قلما، باز کچی که ما باشه گنده ترم تا کدام اقات بره والا تخص قلما، برگه مرخصیم و مرخصیم را دور مام جری، شبی ما اگه آخ نگی خدا بزنم سمی سر پا، شبی ما اگه آخ نگی، شبی ما اگه آخ نگی خدا بزنم سمی سر پام سری به خود تال میدی دیس پوری، بزنید سری بزنید تو تام لیلا، شبی ما اگه آخ نگی خدا بزنم سمی سر پام سری به خود تال میدی اگه به ما نال ندی نمون کسی منتظر الان همه شبه میدی اگه کدوم رو توییت کنم همه حال ندی به خودت حال ندی زنم زمین سر پام سری به خودت حال ندی اگه به همه حال ندی نمون کسی منتظر ما الان همشون به تخمه من نگاه داشت بزرگم بهم گفتنه مگاه با کنه این پام سر و صدا کم تا
زودتر بخوا بیشتر برو از خودت بیشتر نمیخواد هیچ کس تو رو ناز کار همه پیشرفت کن و سلامتی غرور مرد بریز الکلو جوش 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 سنگم بزنیم من شیر آرم مثل تیر شکار برس افتازار. میدونی از چی تعجب میکنم؟ جدا از این که اینقدر کورس بدتر از ورس هاست، از این تعجب میکنم شاید چقدر از یه چیز میتونه تاثیرگذار حرف بزنه. همون حرفاییه که همیشه من از شایه اصلا به خاطر همین حرفاش دوست داشتم شایه رو. همیشه شایه اصلا منه آجی، فرشاد اسمش به قرآن. یعنی یه سری میدونی چیش به حاله، این که از دکه آبجوش گرفتن و سیگار کشیدن بعدش میخونه ولی جذاب میخونه. یعنی کارای معمولی همه آدما رو داره میگه، سخت بودن مسیر همه آدما رو داره راجبی صحبت میکنه ولی جالب میخونه. خب همین تعجبم اینه که چجوری میتونه همش راجب همین چیزا بخونه و جذاب بخونه. ساوندی همون ساونده، قبول دارم، یعنی ساوند شایه تکراری داره میشه، ولی بیتاش لیریکسش اصلا من مثلا میگفتم که دیگه این سری اگر با همون موضوعای همیشگی بخونه دیگه حال نمیده. حال میده کشم اگه دروغ بگم، حال داره میده آجی. نیستم شبیه آدم، همه رفتن و من کردم سر هم هرچی که دارم، هم آماده باش آماده باش آماده باش هم تیکه پارم. موشه موشه آشه مثل من ندید فدید پره ولی بیان کرد نبود کسی با بالا سری میرسد، یه باش چند بره کون باشد فدید پره ولی بیان کرد نبود کسی با بالا سری میرسدم به دنیا ندا به دین هستم. تیر میکشید زیر بیستنم تی که اول رویا رو با جیلیکس زدم، نبود هستم دارم هرکی تیره میکنم. آخه چطور میتونی جیلیکس داشتن و خوب باش فلکس کنی؟ بیستنم تی که اول رویا رو با جیلیکس زدم، دیدم بود هستم دارم هرکی تیره میکنم، منو هرکی منو میبینه میرینه این منم. این منم ترکه بود، این منم ایه چی بود؟ همون هم هرکی تیره میکنم، منو هرکی منو میبینه میرینه این منم. به چست گل صفه دار شب بیان پیشمون تو صبح گفتمان، به سلام یاد بگیرن نکته هم ولی همه چی تو باست به سرات نکن به نام. من اینا درس خیابون نمون جاش تو خط کشی پامون، دمم گرم گرم دم مرد بیقانون با سمندیش رویای بچگیمون. وقت کم کاسه ها زیاد کاش ناغل یکی بود یاب به ما میداد، تلاش کم بود نداشت شانس ما ایراد خیابون مونده یاد. نه حد سرویس بس کن حاجبه، جدی دوندونم، فول دوندون فول دون پیش رویای بچگیمون. آخه بابا هم حرفای ما رو دور، اگه حرفای ما رو نمیزن حرف، اگه حرفای شما نیست اینا، پس همونیه که بهشون داره کوسچن میگه که ندید پدید پر تو این شهر ولی چی بی حرکت همه. منظورش اینه که یه سری کونگوشا دیدی، اگر طرز فکرتون اینجوری نیست پس یا خدا رو شکر دست باباتون رو ببوسید باباتون داشته، یا کونگوشا دید وگرنه حرفاش حال میکنید، ارتباط برقرار میکنید با حرفاش. نکن به نام من اینا درس خیابون نمون جاش تو خط کشی پامون، دمم گرم گرم دم مرد بیقانون با سمندیش رویای بچگیمون. وقت کم خواستا زیاد کاش ناغل یکی بود یا آب به ما میداد، تلاش کم بود نداشت شانس ما ایراد خیابون مون رو ما یادگاری هاش بودیم تو پام سایس کادیلاک خودمو دارم برام وایس و دیگارد. یه صحبت یه ترک داشت یه تیکه پنیر، چی میگفت؟ راجب این که ماشین نمیخواد داشته باشی، اون چیزایی که تو پاتن خودش لامبورگینی یعنی هم چیزی چی بود؟ یه چنین لفظی داشت اونجا، هم هنوزم همون لفظ داره انجام میده چیز استفاده میکنه اون تو یه نوع دیگه شو. بودیم داشت کم بود نداشت شانس ما ایراد خیابون مون رو ما یادگاری هاش بودیم تو پام سایزر کادیلاک خودمو دارم برام وایس و دیگارد الان به میزارن احترام نظامی دو شهر و یه روز جدید عشق از بگاهی هاش. بکشین زیر پام زمینم بزنیم من یه شیر هارم. شیر غیر هار داریم مگه؟ شیر پاکتی میشه مثل تیر شکار برس افتازار. نیستم شبیه آدم، همه رفتن و من کردم سر هم هرچی که دارم، هم آماده باش آماده باش آماده باش هم تیکه پارم. ای
خب این بود ترک دوم آلبوم، اولین ترکی که ما شروع کردیم همراه با ریلیز آلبوم گوش دادن. ترک اول که اینترو بود که قدیم ریلیز شده بود و ما گوش دادیم. ترک هیچ فرقی، یعنی احتمالا میتونه نوید اینو بده که البته با باقی سینگلایی که از آلبوم ریلیز شده بود اما همچین اطلاعاتی رو گرفته بودیم از شایه که احتمالا چیز جدیدی از لحاظ ساوندی، حداقل به تم کلی آلبوم شاید چیز جدیدی نباشه، ساوند جدیدی، نمیدونم پروداکشن جدیدی، مگر چرکی که مثلا با پوری اسیپیدشو دیده بودیم. نمیدونم، بستگی به زمان بسته شدن چرکم داره، شاید شایه با جلوتر اومدن زمان مثلا اول قرار ایپی باشه دیگه، گفتم مثلا وقتی با پوری آشنا شد، وقتی یه چنین پروداکشنی داشت که اون ترک واویلا بود، همیرا چی بود واویلا، حالا میرسیم بهش. تو اون ترک وقتی رو همچون پروداکشنی میبینیم شایعه، او یعنی اینکه چیز جدید تو آلبوم احتمالا هست، ولی احتمالا این ترک قدیمی تر. این ترک کامفورت زون شایعه است. خب چیزی که من خوشم اومد و سایه انداخت واقعا رو چیزهای دیگه تکراری شایعه برام، دوباره یعنی نو حرف زدن، همچنان تاثیرگذار حرف زدن از یه سری مفاهیم قدیمی، از یه زندگی که شایعه ازش قبلا خیلی صحبت کرده، چه موقعی که توش بود، چه موقعی که یعنی اون جیلیک سر رو هنوز تیک نزده بود، چه الان که خیلی چیزهای دیگر هم تیک زده. حتی این که هنوز یادش میاد اون دکه، اون نمیدونم اون دوره‌ای که فقط داری عقده بزرگ میکنی تو خودت، که هنوز اینقدر واضح یادشه، اینقدر تمیز میتونه به قلم در بیارتش، به داستان در بیارتش، به شعر در بیارتش، برای من عجیبه. واقعا همچنان به نظر من تأثیرشو داره، منتها از لحاظ ساوندی واقعا همون میگم همون شایعه همیشگی بود، بیتی که گیتار الکتریک اینتروشه و آوتروشه. نمیخوام بگم به خودی خود بده، خیلی این ترکیبو شنیدیم از شایعه، یعنی اینجوریه که چکاش دیگه مثلا یکی رو پلی میکنی انگار همون هفته قبلیه که پلی کردی. خب از لحاظ صدایی بازم میگم، بعد با یه کیدنس ثابت، یه فلوی یک نواخت و همیشگی از شایعه، ولی میگم برای من سایه انداخته بود، اون شیرینی قلمش، اون از من حرف زدنش، از زندگی که من کردم به زیبایی حرف زدنش سایه انداخت برای من روی باقی المان‌های تکراری ترک و من دوست داشتم ترکو. هر کی از اون دوره حرف میزنه برای من شیرینه، هر چی میگذره کمتر میشن اون آدما، با آدمای جدیدی که آشنا میشم کمتر اونجوری بودن حاصل کردن. یه آدم میبینم که اینجوری حاصل کرده مثل خود من، مثل تفریحش همینجوری بوده، این ذوق مرگ میشم مثلا. و ایده‌ای که داشت ازش میگفتم من واقعا تعظیم میکنم به این ایده. ایدهش چیه؟ تو یه بیت خلاصه گفت، گفت مثل ما ندید پدید پرتون شهر، اون تو همه بی حرکت هم. نمیدونم اون منسفیر و اندرو تیت و تریستن تیت و مایرن و رولو توماسی و نمیدونم اون جاستین و اون قشر کلان چقدر تاثیر داشتن روی حرفای شایعه، ولی همون حرفا رو داشت میزد، همون حرفی که همه دوست دارن فراری داشته باشن ولی هیچ کس دوست نداره از گوشیش بیاد بیرون، از اینستاگرامش بیاد بیرون، گوشی رو بنده، تلویزیون رو خاموش کنه، فیلمش رو قطع کنه، ویدیو گیمش رو خاموش کنه، اشغال آخر هر هفته شو مثلا کنسل کنه. خلاصه تبدیل تجربه اولی ما رو شنیدن ترک، من شیشم با ترک. شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک، ریاکشن ویدیو دوست داشتید، ویدیو رو لایک نداشتید، دیسلایک فورگنگ یادتون نره تو کامنت، ویدیوهای کانال دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، یه دونه زنگول هم بغل سابسکرایب هست دوست داشتید چک کنید، چیز نه دوست داشتید ویدیوهای کانال رو اون زنگول رو بزنید تا بهتون از آپلود ویدیوهای بعدی اطلاع بده. مواظبت تا ویدیوهای بعدی فور